بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرزين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یک کمی در مورد بحث گذشتمون رو بستیم و کمی در مورد حضرت زینب سلام الله علیها هم بحث کنیم، یک کمی. البته دست ما نمیرسه که به اندازه کافی اونطور که هست لایق است و شایسته است بحث کنیم، برادش یعنی نیستیم، اما در حد توان خودمون. قرآن یه فرمایشی داره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اولیاء خدا نه ترسی دارند نه اندوهی. خیلی حرف بزرگیست. نه ترسی دارن، هیچ حادثه‌ای از حوادث جهان باعث ترس اونا نیست. صد طوفان نوح بشه بر اون ترس به بار نمیاره، هر چی بشه ترس برداشته شده، اندوه نیست برداشته شده. میگن ترس نسبت به آینده است، که آدم در آینده مثلا احساس میکنه چیزی رو از دست خواهد داد، به مناسبت این که احتمال میده و ممکن هست براش که چیزی رو از دست بده، برای اون خواهد ترسید. اندوه برای از دست داده گذشته است، در گذشته چیزی از دست داده است، اندوه اون باقی مانده. این ترس برای از دست دادن در آینده است، اندوه برای از دست داده گذشته است. خیلی حرفه. برای اولیای خدا نه ترس است نه اندوه. خیلی حرفه. نه ترس است نه اندوه. هیچ چیز در آینده برای اونها باعث از دست دادن نیست. هیچ چیزی نیست که اون شخص به خاطر آن یه چیزی رو از دست بده. نسبت به گذشتم این خیلیه. نسبت به گذشتم هیچ چیزی که از دست داده باشد وجود نداره. نیست از دست دادم اندوهش مانده، وجود نداره بر اون. حالا یعنی که از دست داده دارد و اندوه ندارد، خطر در آینده وجود دارد و این ترس ندارد، یا نه هیچ از دست داده وجود ندارد. اگر آدم به ولایت الهی برسد، الا ان اولیاء الله، دیگه اولیاء الله یعنی کسانی که در تحت ولایت الهی هست. اولیاء خدا یعنی کسانی که در تحت ولایت الهی هستن. اونا که در تحت ولایت الهی هستن هیچ چیز از دست داده ندارن. به آنچه که ممکن است در گذشته به دست بیاورد به دست آورده است. در آینده هم هیچ چیزی که برای او بتواند خطر ایجاد کند، چیزی را از دست او بگیرد، وجود ندارد. حالا
خیلی چیزای دیگه هم هست و این خیلی مهمه. کسی که ولی خداست، الا ان اولیاء الله، کسی که ولی خداست گویه پشتوانه دارد، یه پشتیبان دارد، یه تکیگاه دارد. تکیگاه او خداست. اگر که کسی، ما چون نمیدونیم، ندیدیم، احساسشو نکردیم، خب نمیفهمیم یعنی چی. اگر کسی پشتیبانش خداست، تکیگاهش خداست، کاملا تکیگاهش خداست، این از هیچ چیز نمیترسه. حرفمون فقط همین بخش. در داستان حضرت زینب سلام الله علیها، اسیرا رو آوردن در مثلا دربار دارالاماره کوفه که امیر ابن زیاده، استاندارش ابن زیاده. همه اسیرا آمدن، حضرت زینب سلام الله علیها جدا از اسیرا رو یه گوشه ای از این مجلس نشست. عبارت رو سیدم طاووس نقل کرده: من حازت زینب و ابنت و امیر المؤمنین ان النساء. ایشون کناره گرفت، جدا شد، دور شد از سایر زنان. و هی متنکره، قیافه ناشناخته بود، ناشناس بود، یعنی قیافه خاصی نداشت. با یک بزرگ این زنان بود، بزرگ اسیران بود، هیچ قیافه خاصی نداشت مثل سایر اسیران. لباسش بود مثلا، همین رفتار و وضعش بود. خب. نظر ابن زیاد، فقال من هذه المتنکره. ابن زیاد نگاه کرد که ایشون، این خانم این گوشه نشسته. قطعا میدونست که امیرالمؤمنین چند تا بچه داره، مثلا دختر داره، پسر داره، چون یه وقتی جزء فرمانداران دولت امیرالمؤمنین بود. باباش زیاد یه وقتی جز فرمانداران دولت امیرالمؤمنین بود، در زمانی که امیرالمؤمنین مثلا خلیفه و حاکم بودن اون بود. بعد برید، بعد از وفات امیرالمؤمنین و شهادت امیرالمؤمنین برید و به معاویه پیوست. درست این میدونه دنیا چه خبره. نظر ابن زیاد، فقال من هذه المتنکره، این زنی که ناشناس آمده اون گوشه نشسته کیست؟ قیل زینب. گفتن، حالا کی گفت؟ گفتن زینب. ایشان سخن گفت، حضرت زینب برخاست و سخن گفت. فرمود الحمدلله الذی اکرمنا بنبیهی. من حمد میکنم خدای را که ما را به پیامبرش گرامی داشت. یعنی در طول این سفر و این حوادث میخوان هر چه ممکن است هیچ چیزی نماند، نه کسی بماند، نه نام و نشانی بماند. و در مقابلشون حالا این بزرگواران دارن خودشون رو معرفی میکنن و منتسب میکنن به پیامبر که اگر تو خاندان ما رو تمام قتل عام کردی، بچه های پیغمبر قتل عام کردی. اینو قابل تحمل نیستش در عالم اسلام که مردم بدانن که دولتی که اسم اسلام به خودش بسته است، مثلا هر کس که از خاندان پیغمبر بوده قتل عام کرده و زنان و فرزندانشون رو اسیر کرده است. فقالت علیه السلام الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه محمد. و طهرنا من الرجس. آیه تطهیر رو برای خودشون فرمود. خدا ما را به پیامبر گرامی داشته است و ما را از پلیدی پاکیزه کرده است. انما بله، اون حرف زده بود که این تیکش فراموش شد. اون گفتش که خب الحمدلله که شماها مفتزه شدین، دروغتون معلوم شد. کی دروغش معلوم شد؟ شما خاندان دروغتون معلوم شد. خب اینو نمیتونستش کسی به پیغمبر بگه، این حرفو به پیغمبر نمیتونست بگه. این میخواست به امیرالمؤمنین و بچه‌هاش بگه. حالا ایشون میگن که ما بچه‌های پیغمبریم.
ما پنجاه پیغمبریم، دروغ و فسق در ما نیست، ما تطهیر شده ایم به تطهیر الهی و فرزندان پیغمبریم، گرامی هستیم از طریق پیغمبر. انما یفتزه الفاسق، فاسق مفتزه شده است نما، و یکسب الفاجر، فاجر دروغ میگوید نما، و هو غیرنا، نما فاسقیم که مفتزه شده باشیم، نما دروغ گوییم که از بین مثلا آبرومون از بین رفته باشد، اینا غیر ما هستن. در واقع نوعی میخواست به خود او برگرداند. اینجا باز یه نکته مهمه. قال ابن زیاد، ببینید در مقابل یک استاندار خونخوار نظیرش شاید ما کمتر مثلا داشته باشیم، شاید مثلا بعد از اون حجاج مثلا نظیر این هست، اینجور خونخوار و اینقدر سهل و ساده آدم کش. قال ابن زیاد کیف رأیت فعل الله به اهل بیتک، چطور دیده ای آنچه خدا کرد با اهل بیت شما، آنچه خدا کرد با اهل بیت شما اینو چجوری دیدی؟ قالت علیه السلام ما رأیت الا جمیلا، هرچی خدا کرد من آن را زیبا دیدم. ها اولای قوم کتب الله علیهم القتل، این خیشان من، عزیزان من، قومی بودند که خدا برایشون شهادت را خواسته بود، شهادت را خواسته بود. فبرزوا الی مزاجعهم، آنها به جایگاه خودشان رفتند. و سیجمع الله بینک و بینهم، یه روزی خدا بین تو با اون کشته های تو جمع خواهد کرد. فتوحاج و تو خاصم، اون روز با تو بحث خواهند کرد، درگیر خواهند شد، سخن گفتگو خواهند کرد و تو باهات مخاصمه خواهد شد. فنظر لمن الفلج، ببین که اون روز چه کسی پیروز خواهد شد. اگر تو در درگاه الهی بیستی، برادر من در درگاه الهی بیستد، با تو مخاصمه کنن، با تو محاجه کنن، با تو مناظره کنن در درگاه دادگاه الهی، چه کسی پیروز خواهد شد؟ سکلت که امک ابن مرجانه، مادرت به عزایت بنشیند ای فرزند مرجانه. او را به پدرش نسبت نداد. به پدر نسبت دادن نشانه حلالزادگی است. به مادرش نسبت داد که یه همچی چیزی در بیان بود که تو پاکزاده نیستی و حلالزاده نیستی. فغضب ابن زیاد و استشاط من کلامها، سخت غضبناک شد. حرفم اینه، ولی خدا اونجا عرض کردن هیچ ترس نداره، بنابراین هر چی میگه. وقتی آدم از کسی نمیترسه، از چیزی نمیترسه، همه حرفاش درسته، همه چه حساب شده میگه، ذره ذره رو محاسبه میکنه، حرفو با حساب میگه. یه حرفی اینجا باید بزند که خودشون رو اثبات کند، دشمن را مغلوب و شکست خورده نشان بدهد. سرانجام حرف خیلی سنگینه. سکلت که امک ابن مرجانه، خیلی حرف سنگینه، در جا باید بکشد. اونم برخواست که این کار رو بکنه اما نذاشتن. در صورت حضرت زینب باید یه حرفی بزنه، زد، در نهایت سلامت هم از چیز رفت بیرون، هیچ حادثه هم براش پیش نمید. این خصوصیت ولیه، ولی کاری میکند، کار رو به پایان میرساند، پیروز میشود. اگه روز هم کشته شد مثل حضرت حسین علیه السلام که کشته شد، در کشته شدنش پیروزی بود، نابودی خصم بود و پیروزی او بود و پیروزی راه و رسم ایشان بود. این حرف رو با ابن زیاد فرمود. خب با فاصله مثلا چند مدتش که حالا خیلی
روشن نیست، نمیدونیم. اسیران رو آوردن به دربار یزید. حالا همون توانایی و همون قدرت، همون ولایتی که آنجا نشان داده است، بالاترش رو اینجا ایشون نشون داده. شعر خون یزید وقتی اسیران آوردن، بار اولا برای بعد از خطبه حضرت زین العابدین علیه السلام، بساطشون رو جمع کردن. اما حالا هنوز به خطبه و مثلا روز جمعه نرسیده است که حضرت زین العابدین خطبه بخواند و اونها رو مثلا بی آبرو کند. اینجا شعر خوند، شعر شادمانی خوند. واقعا به آرزوش رسیده بود. اون روز اولی که مثلا سرصدای اسیران به گوش یزید رسید، همراه اون صدای کلاغ شنید. عرب صدای کلاغ رو نحس میدونه. گفت هر چی میخوای بخونی بخون، من به آرزوم رسیدم. چی به آرزوم رسیدم؟ اینست که اینجا میگه. میگه که لیت اشیاخی به بدرن شهدو. وقتی آوردن تو مجلس، از ایران آوردن، میگه ای کاشی بزرگان خاندان ما در جنگ بدر اولین کسانی که به میدان آمدن پدر بزرگ یزید بود. بخشید پدر بزرگ معاویه بود. یعنی میشه جد اعلای یزید. عتبه بود، شیبه بود و برادر معاویه، ستا. این ستا اومدن. قبلا اینا به طور جدی جنگ داشتن با ابو جهل. اینا بزرگتر بودن به یه معنایی. ابو جهل میخواست ریاست قریش را بعد از اینکه در جنگ با پیغمبر پیروز میشه، ریاست قریش رو به دست بیاره. لذا خیلی وایساده بود که جنگ بشه. اینا میخواستن جنگ نشه. عتبه که از اونگرام شخصیت تقریبا درجه اول قریش بود و رئیس بنی امیه بود، نمیخواست جنگ بشه. اما ابو جهل میخواست بشه که در اثر اینکه این جنگ شده و پیروز شده است، پیامبر رو تمومش کرده، داستان پیامبر رو پایان داده، به ریاست قریش برسه. خب بنابراین اینا رو متهم میکرد به ترس. یه آدم سبک عقلی در میان قریش بود. هر کسی رو که میخواستن به جنگ بکشوننش، مجبورش کنن بیه جنگ، یه مقداری آتش درست میکرد، یه مقدار بخور همراه اون آتش بود، یه مقدار سرمه میفرستاد، میگفتش که شما مرد جنگ نیستین، ترسو هستین و شما سرمه استفاده کنین، شما مثلا زنین، مرد جنگ نیستین، اینجور چیزی. خب همشون رو به هم میزد. با اینا هم یه همچی رفتارایی میخواست بکنه. خب اینا براشون خیلی سخت بود. گفتن حالا تو جنگ ما نشون میدیم، تو جنگ نشون میدیم که ما مرد جنگیم و نمیترسیم. بنابراین اولین کسانی که به میدان جنگ اومدن، هرچون پدر بزرگ بود و عموی پدرش بود و برادرش. پدر بزرگ معاویه، عموی معاویه و برادر معاویه، این سه تا اومدن. سه نفر از اهل مدینه به مقابله رفتن. شما کی هستین؟ کشاورزی رو اینا محترم نمیدونستن. شما کشاورزی یا مثلا بزچرونی؟ برو ببینم، من با تو جنگ ندارم. یه کسی بیاد هم شأن ما باشه. بعد پیامبر میدید، اول پیامبر نفرستاده بود، اونا رفته بودن میدان. ناگزیر امیرالمؤمنین به میدان رفت و حمزه به میدان رفت و یه مثلا عمزاده عموزاده دیگه ای داشتن، سه نفر رفتن. ها شما کی هستین؟ دیدن که اینا کی هستن، خب شما همتای ما هستین، ما با شما جنگ میکنیم، که هرشون کشته شدن. بنابراین اینا از اون روز یه چیز دارن، یه خون طلب کارن. میگه لیت اشیاخی به بدرن شهدو، ای کاش که اون مشایخ قوم ما، رؤسای قبیله ما زنده بودن، میدیدن من چجور تلافی خون اونها رو. لأحلو وستحلو فرحن، اونها اگر میدونستن من چه کردم چقدر شادمانی میکردن. ثم قالو یار یزید و لا تشل، دست درد نکنه، انتقام خون ما رو گرفتی.
قد قتلنا القوم من ساداتهم بعدلناه و به بدرن فعتدل. حالا به این اشکال نداریم، این تیکر هم خوند که اینو نقل میکنن، تو اینجاشو نقل میکنن، این تیکر معمولا نقل میکنن، یه جاهایی یواشکی از دست در رفته، مثلا توی تاریخ طبری هم آمده لعبت هاشمو بالملک. یه پادشاهی بود، یه قدرتی بود، جنگ قدرت بود، یه روزی اونا بردن، حالا امروز ما بردیم. لعبت هاشمو بالملک، هاشم یعنی پیامبر، یعنی فرزندان هاشم در جنگی که ما با هم داشتیم، در رقابتی که ما با هم داشتیم، اونا یه روزی به اسم پیامبری ریاست رو به دست آوردن. فرا خبر اونجا خبری نبود، قرآنی نبود، از طرف خدا چیزی نبود، وحی نبود. بعد من از اسم اجدادش برد، من از اون خانواده نیستم اگر انتقام از احمد نگیرم. من بنی احمده. این شعر رو خوند توی مجلس، اسیرا رو آوردن. خب در نهایت اول که آوردن، در نهایت زار و نزار بودن دیگه. اسیرا این همه راه آمدن، لباسا چی شده، وضعشون چطوره، موها چجور پریشانه، چقدر قیافه ها مثلا آفتاب خورده است، چقدر لاغر شده، خیلی حالت زار و نزار اسیرا دارن. حضرت زینب اونجا ایشون سخن گفت: الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین، صدق الله سبحانه، خدا راست گفت، قرآن درست گفته است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. قرآن فرموده است عاقبت کسانی که بدی میکنند، این بر ما هم این ترس هست، عاقبت کسانی که بدی میکنند و بدیشون رو، کارهای بدیشون رو ادامه میدهند، این است که آیات خدا را تکذیب میکنند، به کفر میرسه، تکرار گناه به کفر میرسه. ان کذبوا با آیات الله، و سرانجام آنها را، آیات خدا را مسخره خواهند کرد. از انت یا زید یا یزید حیث اخذت علینا اختار الارض، تو گمان میکنی یزید حالا که همه راه ها رو بستی، ماها رو همه رو به اسارت گرفتی، زنجیر کرده ای، فاسبحنا نساق کباد تو ساغل اسارا، ما را مثل اسیران کفار به درگاه دربار خودت آوردی. ان بنا علی الله حوانن، ما در نزد خدا خار هستیم و تو پیش خدا عزیز هستی، ولک علیه کرامت، تو نزد خدا کرامت داری و ما خار هستیم در نزد خدا. و این نزالک لعظم خطر که اندهو، این پیروزی تو مال این است که تو در نزد خدا ارزشمند بوده ای که اینجور پیروز شده ای بر ما. فشمخت به انف کرد، دماغ تو باد کردی، اینجور کردی، حیث رعیت دنیا لکه مستوسقه، همه دنیا الان دیگه در اختیار توست، همه دشمنان تو از بین برده ای، شادمان هستی، مسرور شده ای، هست هین رأیت دنیا لکه مستوسقه و الامور متسقه، دنیا در اختیار تو، همه چیز طبق میل تو انجام شده است. و ملک و پادشاهی ما را گرفته ای، هین صفا لکه ملکنا و سلطانونا، فمهلا صبر کن، عجله نکن. انسیت قول الله تعالی، فراموش کردی خدای متعال میفهمد: لا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم، گمان نکنن کسانی که کافرن که ما که بهشون مهلت دادیم این خیر اوناست، نه، ما میخوایم اینها بیشتر گناه کنن و ما آنها رو بیشتر عذاب کنیم. انما نملی لهم، ما اونها رو فرصت داده ایم، این فرصته، چهار روز به تو فرصت دادن، ما به تو، خدای متعال می فرما ما به اونها فرصت دادیم. لیزداد و اسمن، وقتی شخص از حد می گذرانه، حد از حد وقتی می گذرانه، با یه جور دیگه رفتار می کنن، اجازه می دن هر چی می خوای بتازی،
اون وقتیش وقتی بگیریم تو را به بدترین صورت خواهیم گرفت. انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. یه روزی عذاب خار کننده خواهد. امن العدل یا ابن طلقا، آیا نشانه عدل توست ای فرزند آزاد کردگان ما؟ روز پیروزی فتح مکه پیامبر فرمود شما فکر میکنید من با شما چه کنم؟ گفتن که تو کریمی هستی، فرزند کریم. فرمود که بروید، شما رو من آزاد کردم، انتم طلقا. این برای اینا شد یه عنوان آروننگ، آزاد کرده این. یه روزی پیغمبر شما رو آزاد کرده، مثلا باید گرفته باشه همه شما رو. یه عمر دشمنی کردیم با پیغمبر، هر چی تونستین کردین، حالا اختیار دست ما افتاده، نه برین شما رو آزاد کردم. یبن طلقا، ای فرزند آزاد کردگان ما، این عدل توست، زنان تو، کنیزان تو رو پشت پرده ها پنهان کرده ای، چادر بر سر دارن و فرزندان پیغمبر و سوق و کبنات و رسول الله سبایا و فرزندان پیغمبر رو به صورت اسیران به درگاه خودت آورده ای. قد حترکت سطورهن، پرده های چادرهای سرشان را پاره کرده ای. ابدیت وجوههن، صورت هاشون رو باز کردی در مقابل چشم مردم. تحتو بهن الاعداء من بلدن الى بلدن، از این شهر به اون شهر، از این شهر به اون شهر حرکتشون دادی. مردم در کوچه و بازار هر جا آنها را میتوانند به صورتهاشون نگاه کنند. و یتصفح وجوههن القریب و البعید، نزدیکان و دوستان کاملا به صورت اونها میتوانند نگاه کنند. و لیس معهن من حماتهن همن، هیچ یک از حامیان اونها، محافظان اونها و محرم های اونها دیگه هیچ کس باقی نمانده. بعد می فرماید که از یه همچی آدمی که مادر بزرگش جگر حمزه رو پاره کرده و زیر دندون گذاشته چه جور می توان امیدوار بود؟ کیفه یرتجا مراقبت و من لفظ فوهو فوهو اکباد الازکیا، آن کس که جگر پاکیزگان را زیر دندان به دندان گرفته است چطور میتوان از او امیدوار بود؟ و نبت لحمه من دماء الشهدا، خونش از گوشتش از خون شهدا روئیده است. هم داری فرمایش دارن، من دارم میخونم تا برسیم به اونجاهایی که میخوایم عرض کنیم. بعد فرمود که اللهم خذ لنا به حقنا و انتقم لنا و انتقم ممن ظلمنا، حق ما را خدای از اینها بگیر و از کسانی که بر ما ظلم کردن انتقام بگیر. وحل الغضب که به من سخط سفک دماء انا، غضبت را بر کسانی که خونهای ما را ریخته اند و قتل هماتنا، مردان ما را کشته اند، غضبت را بر آنها وارد کن. فوالله ما فریت الا جلدک، به خدا قسم جز پوست بدن خودت را پاره نکردی. ولا حرست الا لحمک، گوشت خودت رو پاره کردی، تیکه کردی. لتردن على رسول الله به ما تحملت من سفک دماء چشمم من درست نمی ذریتهی، به نزد رسول خدا وارد خواهی شد و با خونی که از فرزندان او بر زمین ریخته ای، حرمت عترت او را به باد داده ای، اون جور وارد خواهی شد بر رسول خدا.
بر باز اینو دقت کنید. ولی این جرت علی الدواهی مخاطبت رو که خیلی برای من گران است که من با تو دارم صحبت میکنم، انیل از تسخر و قدرک من تو را کوچک میشمارم. یعنید امپراتور عالم اسلامه، بر یه دولتی اون حکومت میکند که معادل دولت مثلا امپراتوری رومه، شاید هم مقتدرتر از دولت رومه، یعنی شاید مقتدرترین دولت عالم اون روز. انیل از تسخر و قدرک و از تعظم و تقریعک، ببخشید من چشمم درست نمیبینه، بعضیش درست نمیتونم بخونم، من بزرگ میشمارم خورد کردن و از بین بردن تو را، و از تکسر و توبیخک توبیخ تو را فراوان خواهم کرد. ولیکن بعد از خودش کن، ولیکن العیون ابرا، چشما پر از اشک، و صدور هرا، جیگرها سینها سوخته است. بعد فرمود فکت کیدک، اینو باز تیکه هاشو من حذف میکنم، فکت کیدک وسع سعیک و ناسب جهدک، هرچی میخوای کید، هرچی میخوای نقشه بکش، هرچی میخوای سیاست اعمال کن، هرچی میخوای میتوانی کوشش کن، هرچی میتوانی زحمت بکش. فوالله لا تمحو ذکرنا، به خدا قسم نمیتوانی نام ما را محو کنی. همه هدف این است که نام این خاندان رو محو کنند. فرموش کرد امیرالمومنین در جنگ صفین از خاندان بنی هاشم به جنگ رفته بودن. حضرت بعد که این از جنگ برگشت با اینکه پیروز شده بود، سخت باهاش برخورد کرد، تو چرا رفتی جنگ؟ این میخواد یه نفر از بنی هاشم، حتی یه نفر نمانه. اجازه ندارین شماها، بنی هاشم اجازه نمیداد در جنگ صفین به میدان برن. فرمود من جای همه شما من میرم میدان، که همین کارم میکرد. فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، وحی ما رو تو نمیتوانی نابود کنی. ولا یرخص عنک آروها، آر این کاری که آر و ننگ این کاری که دست از تو بر نخواهد داشت. هر رأی که الا فند، آراء تو، نظر تو، فکر تو به باد رفته است. و ایام که الا عدد، دوران عمر تو اندک خواهد بود، چیزی نخواهد بود. و جمع که الا بدد، لشکر تو به باد خواهند رفت، از بین خواهند رفت. یوم یناد المنادی علی لعنت الله علی الظالمین، اون روزی که ندا خواهند کرد لعنت خدا بر ظالمان، از تو هیچ چیز باقی نخواهند بود. و الحمدلله رب العالمین الذی ختم لاولیائنا لاولنا بالسعاده بالسعاده والمغفره، هم میکنم خدایی را که برای گذشتگان ما سعادت و مغفرت قرار داد، و لآخرنا بشهادته و رحمه، و برای آخرین کسان ما یعنی برادر من سعادت و مغفرت مرحمت فرمود. و نسأل الله ان یکمل لنا الثواب، از خدا درخواست میکنم که ثواب برای ما، برای اونها ثواب را کامل کند. و یوجب لهم المزید و یحسن علینا الخلافه، و برای اونها بیشتر بخواهد از رحمت و فضیلت. ولی خدا هیچ وقت نمی ترسد، ولی خدا هیچ وقت مضطرب نمیشه. در مقابل یک امپراتور یه زن تنهاست، نمی ترسد، مضطرب نمیشه. در حرف زدن این، من حالا مثلا جمعیت فرض کن دو برابر بشه، ممکن خودم رو گم کنم، حالا چه شما درست نمیبینه، مثلا نمیتونم درست حرف بزنم. اونجا اینطور نمیشه. کسی که به مقام ولایت رسید، اونم حالا مرتبتی از ولایت که حضرت زینب سلام الله علیها دریافت کرده است. ببینید یه حرف بسیار مهمه، تا زمانی که امام حسین علیه السلام بوده، اداره جریان
که میگیم شهادت، اداره جریان شهادت به دست امام حسینه. اون روزگار، اون زمان، یه زمانیست که یه اشتباهش تا امروز میمونه. یک اشتباه کوچیکی که بچه های اون جمعیت که از بچه هاشون اشتباه بکنه تا امروز میمونه آثارش. هیچ اشتباه نبوده که تا امروز مانده، درست مانده. اگه ماها مثلا خراب کنیم باز خرابی به خودمون میچسبه. اون جریان به نهایت سلامت تا پایان عالم ادامه خواهد داشت. خب تا زمانی که یک امام معصوم در رأس امور، هیچ اشتباه اتفاق نمیفته. هر چی حادثه اتفاق میفته، هر چی میشه درست انجام میشه. بعد از اینکه امام حسین شهید شده، رهبری ولو امام هست اما ناگزیر امام باید در پس پرده باشه. امام حضرت زین العابدین امام با پدرش هیچ فرق نمی کنه. مریضی و غیر مریضی برای امام که فرق نمی کنه که، جوانه و پیری که فرق نمی کنه که، حالا لاغر شده از شدت مریضی، نزدیک شده از بمرباز، هیچ فرق نمی کنه برای امام. اما الان ایشون در پس پرده است، باید پنهان باشه. و حضرت زینب سلام الله علیها که امام معصوم نیست، باید اداره امور رو چند وقته، مثلا تمام جریان عاشورا فرض کنید که یه روزه، حالا عاشوراش که یه روزه، از مقدماتش هم حساب کنیم مثلا 3-4 ماهه، 4-5 ماه تمام حادثه کربلا اتفاق افتاده. حادثه بعدش اگر ما بگیم که مثلا 40 اسیرا به مثلا کربلا آمدن، اگه این رو بگیم اینجا مثلا 2-3 ماه طول کشیده تا به مدینه برگشتن. در این مدت مدیریت جریان اسارت با حضرت زینب. اینجا باید یه دونه اشتباه اتفاق نیفته. همونطور که اشتباه دوره گذشته در تاریخ میماند، میگیم یه حرفی رو بلدیم، میگیم یه خطی وقتی که شروع میشه دوتا خط، اگه یک مثلا درجه فقط فاصله داشته باشن، وقتی به مثلا 1000 سال بعد این خط ادامه یافته است، این یک درجه در روز اولش میشه یه چیز خیلی بزرگی از راستی و درستی. اگه فاصله داشته باشه یه ذره، باید در تمام دوران اسارت هم هر چی اتفاق میفته درست اتفاق بیفته، یه دونه اشتباه درش نباشه. لذا یه دونه اشتباه هم نشده. خاطرتون باشه وقتی که به کوفه آمدن، بچه های گرسنه، 3 روز گرسنه، تشنه، کتک خورده، بلا کشیده، اونا رفتن به عنوان که اینا اسیرن و مثلا چی، رفتن مقدار نون و خرما آوردن به بچه ها بدن. دست بچه ها گرفت، نه به ما صدقه نمیرسه. این نباید در تاریخ ثبت بشه که دست از صدقه گرفتن. بچه از نهایت گرسنگی دست دراز کرد و یه صدقه گرفت، صدقه نگرفتن. یه دونه از بچه ها اظهار ذلت بکنه، یه دونه بچه ها اظهار ذلت نکرده، التماس کنه به دشمنش، یه نفر از اسیرا بچه ها التماس نکرده از به دشمن، تمام دوران اسارت رو یه نفری رهبری کرده است که از معصوم نیست اما توش یه اشتباه نکرده. خیلیه این، این اون مقام ولایت بزرگی است که این بزرگوار یافته است. شاید بتوانیم مثلا بگیم که بعد از صاحبان اسمت هیچ کس در حد این بزرگوار ما نمیشناسیم. قبل از اوائل اسلام، حضرت ابو طالب بزرگترین شخصیت اون روزگار است و اگر حضرت ابو طالب علیه السلام نبود، اسلام به دست ما نمیرسید. اینقدر بزرگ است. ایشون در اوج از مقام و رفعت و حضرت زینب هم در اوج. ما اندازه‌گیری بلد نیستیم، یعنی حد ماها نیست اندازه‌گیریم کی از کی بزرگتر است، اما در نهایت اوج از مقام ولایت و نزدیکی به خداست. فرمایش حضرت زین العابدین که فرمود که انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، همه کارهایی کردی درست بوده،
عالمانه کردی، صحیح کردی، همطور که یک معصوم عمل میکنه کردی، با اینکه معصوم نیستی، با اینکه در درجه امامت نیستی، مثل یک معصوم عمل کرده ای. این دو ماه ها، این دو ماه خیلیه. خب السلام علیکی یا با عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم سلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين.